اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر از تورنتو با ماست. آقای زارزاده، با این فشارهای بین‌المللی، با این فشارهای افکار عمومی، با این فشارهایی که از کشورهای مختلف اروپایی و به خصوص اینجا در ایالات متحده به قانونگذاران بلژیکی وارد شد، به نظر میاد که همچنان قانونگذاران دارن به سمتی پیش میرن که این لایحه رو تصویب کنن. درود بر شما. بل دو هفته دیگه در جمع بزرگتری در پارلمان این مسئله مطرح خواهد شد و احتمالش هم خیلی زیاد هست که تصویب بشه. منتها یه نکته‌ای که وجود داره، قانون استرداد مجرمین یک موضوع معمولی هست بین دولت‌ها و کشورها و در قوانین بین‌المللی همیشه اشکالی نداره که دولت‌ها یک چنین قانون رو امضا بکنن و مجرمین یا محکومین رو به کشور خودشون بازگردونن. مسئله اصلی در اینجا مسئله تروریسم و مسائل امنیتی و سیاسی هست که بیشتر فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی از جمله خود ما و حتی پتیشنی ما امضا کردیم، نزدیک 450 نفر از فعالان شناخته شده ایرانی این رو امضا کردن، به دولت بلژیک این رو دادن و به شخص رئیس دولت که نگرانی‌هاشون رو در خصوص حوزه به خصوص تروریسم اعلام کردن که ممکن هست که این لایحه و قانونی شدن اون کمک بکنه به این که دست تروریست‌ها در اروپا و بلژیک در بلژیک باز بشه و به همین دلیل هستش که دولت بلژیک و شخص وزیر دادگستری تأکید کرده که به هیچ عنوان این اتفاق نخواهد افتاد. ممنونم از شما اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر از تورنتو کانادا با ما.